در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از تکذیب توافق میان ایران و بریتانیا بر سر تبادل نازنین زاغری، حمله موشکی به پایگاه هوایی بلد در عراق، کشته شدن 7 سرباز افغانستانی به دست طالبان، اعلام پایان ابولا در کنگو و 2 خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 14 اردیبهشت شمار مبتلایان به کرونا در دنیا به 154,250,000 و آمار فوتی‌های ناشی از ابتلا به آن به 3,230,000 نفر رسید. تا کنون حدود 131,700,000 نفر از این بیماری بهبود یافتند. آمریکا و ایتالیا در روزهای اخیر کمترین میزان مبتلایان جدید خود در حدود 6 ماه اخیر را شناسایی کردند و اسپانیا هم کمترین میزان فوتی‌های روزانه خود در حدود 9 ماه اخیر را ثبت کرد. این در حالی است که سونامی کرونا در هند تاکنون بیش از 20 میلیون نفر از مردم این کشور را درگیر کرده و میانگین فوتی‌های روزانه هند در یک هفته اخیر بیش از 3,500 نفر اعلام شده است. با وجود کاهش قابل توجه مبتلایان روزانه در ترکیه، هنوز نشانه ای از کاهش موارد مرگ و میر در این کشور دیده نمی شود. رد خبر توافق بر سر تبادل نازنین زاغری. آنتونی بلینکن و دومینیک راب، وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا، در جریان دیدار خود در لندن ادعای مطرح شده در خصوص اینکه 2 کشور برای تبادل زندانی در حال مذاکره با تهران هستند را رد کردند. پیش از این هم معاون وزیر خارجه بریتانیا مذاکره با ایران درباره بدهی 400 میلیون پوندی کشورش به تهران را تایید کرد، اما اعلام کرده بود این ماجرا هیچ ارتباطی با پرونده نازنین زاغری ندارد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم تاکید کرده است که گفتگوی حقوقی بین ایران و انگلیس در خصوص آزادی نازنین زاغری در جریان نیست و گزارشات منتشر شده در این زمینه و توافق ایران و آمریکا برای مبادله زندانیان تایید نمی‌شود. حمله موشکی به پایگاه هوایی بلد در عراق. روز دوشنبه مقامات امنیتی عراق اعلام کردند که پایگاه هوایی بلد واقع در شمال بغداد مورد اصابت دست کم 3 موشک قرار گرفته، اما این حمله خسارت مادی و جانی نداشته است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واکنش به این حمله اعلام کرد هیچ نیروی آمریکایی یا بین‌المللی در پایگاه هوایی بلد حضور ندارد. شامگاه یکشنبه هم 2 موشک به سوی پایگاه نظامیان آمریکایی موسوم به ویکتوریا شلیک شده بود. این پایگاه هوایی از پایگاه‌های مهم آمریکا در عراق بوده و در نزدیک سفارت ایالات متحده واقع شده است. کشته شدن 7 سرباز افغان به دست طالبان. همزمان با اعلام زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی و سایر کشورهای خارجی از افغانستان، روز دوشنبه نیروهای طالبان با حمله به یک پایگاه نظامی واقع در ولایت فراه، مرگ دست کم 7 سرباز افغان را رقم زدند. پس از پایان 1 می، یعنی مهلتی که میان طالبان و آمریکا برای خروج سربازان آمریکایی تعیین شد، اما به تعویق افتاد، این کشور شاهد افزایش خشونت و درگیری‌های مسلحانه بوده است. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، هشدار داده است که روی کار آمدن دولتی تحت کنترل طالبان در کابل و سیل عظیم پناهجویان میتواند از پیامدهای منفی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باشد. اعلام پایان ابولا در کنگو. جمهوری دموکراتیک کنگو به شکل رسمی از پایان شیوع بیماری مهلک ابولا در این کشور خبر داد. حدود 3 ماه پیش نخستین موارد ابتلا به این بیماری در نواحی شرقی کنگو شناسایی شدند، اما در نهایت با آلوده شدن تنها 12 نفر و مرگ 6 تن، این بیماری به طور کامل تحت کنترل قرار گرفت. تلاش های بین المللی برای پایان دادن جنگ در یمن. طبق آخرین گزارش ها سازمان ملل متحد در حال رایزنی برای صدور قطعنامه جدید درباره یمن است که در آن بر توقف جنگ و از سرگیری مذاکرات سیاسی میان طرفهای درگیر تاکید خواهد شد. با این حال، محمد عبدالسلام، سخنگوی انصارالله یمن، در واکنش به این خبر اعلام کرد این اقدام بدون در نظر گرفتن لغو محاصره یمن کمکی به تحقق صلح نخواهد کرد و تنها جنگ را طولانی تر می‌کند.